درگیری میان جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در کنر. یک شهروند افغانستان 10 تن اتباعی بیرونی را با چاقو کشت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به خبری که این لحظه به دسترس ما قرار گرفت. باشندگان شهر کابل میگویند که جریان اینترنت در بیشترین بخش‌های این شهر دچار اختلال شده و ارتباطات و فضای کاری را با مشکل روبرو کرده است. شماری از باشندگان پایتخت روز دوشنبه 17 اسد در صحبت با روزنامه 8 صبح میگویند که از بامداد امروز جریان اینترنت در بیشترین بخش‌های شهر کابل قطع شده است. آنان با ابراز نگرانی از این وضعیت میگویند که علت قطع اینترنت را نمیدانند و کسی حاضر نیست در این مورد به مردم پاسخ دهد. ساحات کوتاه سنگی، دشت برچی، مکرورایان‌ها، خیرخانه، قلعه فتولا، گل سرخ از ساحاتی است که باشندگان آن به اینترنت دسترسی ندارند. درگیری میان جنگجویان طالبان و نیروهای پاکستانی در منطقه دانگام ولایت کنر. یک منبع محلی میگوید که نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان در منطقه دانگام ولایت کنر با هم درگیر شدند. یک منبع موثق بر روزنامه 8 صبح میگوید که درگیری حوالی ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر روز یکشنبه 15 اسد آغاز شد و تا حدود 7:30 دقیقه شام ادامه یافت. و گفته منبع، هر دو طرف در طول جنگ از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کردند. منبع می‌افزاید که تا اکنون اطلاعات دقیقی از تلفات در دست نیست، اما درگیری متوقف شده است. منبع علاوه می‌کند که احتمال درگیری مجدد نیز میان دو طرف وجود دارد. پس از سقوط کابل و دست طالبان، این سومین بار است که افراد این گروه با نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند می جنگند. رسانه های ایرانی گزارش دادند که یک شهروند افغانستان در ایران 10 تن به شمول 6 هموطنش و 4 شهروند ایرانی را با ضرب گلوله کشته است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که یک شهروند افغانستان ناوقت روز یکشنبه 16 اسد 10 تن را با ضرب چاقو به قتل رسانده و هنگام فرار از سوی پلیس بازداشت شده است. بر بنیاد معلومات ایرنا، این رویداد در ساحه نوق رفسنجان ولایت کرمان ایران رخ داده و علت آن نیز نزاع شخصی گفته شده است. مقام‌های محلی گفتند این شهروند افغانستان هنگام بازداشت قصد داشته با چاقو خودکشی کند، اما موفق نشده است. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.